اسرائیل در دهه 50 خریدار تسلیحات انگلیسی و فرانسوی بود. ایالات متحده آمریکا برای اینکه متحدین عرب خودشو خشمگین نکنه، سلاحی به اسرائیل نمیفروخت. در سال 1965 اسرائیل به دنبال خرید F4 فانتوم رفت. فانتوم در اون زمان یک جنگنده بمب‌افکن چند منظوره بسیار مدرن بود. جنگنده‌ای که میتونست از عملیات‌های دفاع هوایی تا بمباران هوایی رو انجام بده و توان حمله مهمات بسیاری رو داشت. F4 فانتوم میتونست موشک‌های هوا به هوای رادار نیم فعال رو حمل کنه که به اون اجازه درگیری در برد بیش از 20 کیلومتر رو هم میداد. ترکیبی از برد بالا و توان حمله مهمات زیاد از F4 فانتوم یک جنگنده بسیار قدرتمند ساخته بود که خیلی از کشورها به دنبال خرید اون بودند. اما ایالات متحده با این فروش مخالفت کرد تا اینکه با حمله یک جانبه اسرائیل به کشورهای عربی در جریان جنگ 6 روزه و شکست دادن اونها، فرانسه و انگلیس که دیدن خشم کشورهای عربی میتونه بر روی صادرات نفت به غرب خلل ایجاد بکنه، دست به تحریم تسلیحاتی اسرائیل زدند. آمریکا در اون زمان از ترس اینکه دولت اسرائیل به شوروی روی نیاره، تصمیم گرفت تا مجوز فروش فانتوم و جنگنده‌های دیگر رو به اسرائیل صادر کنه. رئیس جمهور آمریکا لیندن جانسون در سال 1968 با فروش جنگنده فانتوم به اسرائیل موافقت کرد و اولین دسته سفارشی در سال 1969 شامل 44 فروند F4 فانتوم که همگی از نسخه F4E یعنی نسخه رزمی بودند و همچنین 6 فروند نسخه شناسایی به اسرائیل تحویل داده شد. از اونجایی که اسرائیلی ها می دونستن که در نهایت تعداد بیشتری فانتوم سفارش خواهند داد، تعداد 1338 تیر موشک رادار نیم فعال اسپارو در کنار F4 ها سفارش دادند. فانتوم اولین جنگنده نیروی هوایی اسرائیل بود که می تونست موشک های هوا به هوایی راداری را حمل کنه. در ادامه اسرائیل طی چندین نوبت دست به سفارش فانتوم زد که تا سال 1976 در مجموع 220 فروند جنگنده فانتوم تحویل گرفت که از این میان 30 فروند اونها از نسخه شناسایی RF-4 بودند. فانتوم هایی که به اسرائیل تحویل داده شدند عمدتاً دست و دوم بودند. این فانتوم ها از دارایی های نیروی هوایی آمریکا بودند که بسیار هم جوان بودند، اکثراً کمتر از 5 سال سن داشتند و بعد از پایان جنگ ویتنام آمریکایی ها دیگه نیازی به اونها نداشتند. در 5 سپتامبر سال 1969 اولین فانتوم در حضور نخست وزیر اسرائیل گولده مایر تحویل اسرائیلی ها شد و تنها چند ماه بعد در 22 اکتبر اهدافی رو در خاک مصر هدف قرار داد. در 11 نوامبر سال 1969 یکی از فانتوم های اسرائیلی یک میگ 21 مصری رو سرنگون کرد که نخستین پیروزی هوایی فانتوم های اسرائیلی در نبرد هوا به هوا بود. بین سالهای 1969 تا سال 1973 قبل از شروع جنگ یوم الکیپور فانتوم ها موفق شدن 11 پیروزی هوایی علیه جنگنده های مصری و سوری به دست بیارن. اونها هیچ شکست هوایی رو تجربه نکردن ولی تقریبا 5 فانتوم بر اثر شلیک پدافند از دست رفت. هنگامی که جنگ یوم الکیپور همون جنگ اکتبر در سال 1973 آغاز شد، برخلاف دفعه قبل این بار مصری ها بودند که غافلگیرانه به اسرائیل حمله کردند. اونها از کانال سوئز گذشتند و به صحرای سینا یورش بردند که در سال 1967 به اشغال اسرائیلی ها در اومده بود. فردای اون روز جنگنده های A4 اسکای هاوک و F4 فانتوم به خاک مصر سرازیر شدند ولی 6 فروند از فانتوم ها قربانی پدافند شدند. مصری ها 2 سامانه پدافند جدید داشتند. یکی سامانه پدافندی SAM-6 که قابلیت بالایی در درگیری داشت و دیگری توپ ضد هوایی هدایت راداری شیلکا بود که با رادار هدایت می شد. تا اواسط اکتبر یعنی میانه جنگ 37 فانتوم از دست رفته بود که از این 37 تا 34 تاش توسط پدافند SAM-6 نابود شده بود. خلبانان اسرائیلی معتقد بودن برخی از مانورهای تند و سری میتونه SAM-6 رو غافلگیر کنه، ولی در نهایت آنها زمانی موفق شدن این پدافند رو نابود کنند که لانچرهای پرتاب SAM-6 آماده شلیک نبودند و با این تکنیک تونستن تعدادی از اونها رو نابود کنند. هنگامی که جنگ تمام شد اسرائیلی ها تونسته بودن بیش از 100 پیروزی هوایی با کمک فانتوم های خود به دست بیارن.
در این میان 15 تا 25 فانتوم نیز قربانی نیروی هوایی مصر و سوریه شدند و حدود 70 فانتوم هم توسط پدافند نابود شد. با تموم شدن جنگ از سال 1973 تا سال 1976 طی 3 نوبت تعدادی دیگر فانتوم دست دوم از ایالات متحده تحویل گرفتند. از سال 1976 با ورود جنگنده F-15 ایگل و سپس F-16 فالکون دیگه F-4 فانتوم یک جنگنده مدرن به حساب نمی اومد. بعد از سالهای 2000 ارتش اسرائیل با دریافت بیش از 350 فروند F-16 دیگه نیازی به جنگنده فانتوم نداشتن. با آنکه بعد از جنگ فانتوم‌های خودشو ارتقا داده بود و نسخه جدیدی بودن، اما F-4 فانتوم در اسرائیل به اندازه کافی خدمت کرده بود تا اینکه در سال 2004 رسماً از خدمت خارج شد. هنگامی که از خدمت خارج شد در کنار فانتوم‌های یونانی و آلمانی پیشرفته‌ترین نسخه فانتوم بود. تا سال 2021 به شکل ذخیره باقی ماندن، سپس اکثر اونها اوراق شدند.